در دو بخش قبلی توی پلاگین کامرا عکس لانگست بوجرمون رو ادیت کردیم و ازش خروجی گرفتیم. حالا توی این بخش می‌خوایم بریم سراغ نرم افزار فتوشاپ و ادامه راهمون رو توی نرم افزار فتوشاپ بریم جلو. این ویدیو رو حتما تا آخر همراه من باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستای خوبم، به استودیو من خوش اومدید. من مثلا خادم‌پور هستم و مثل همیشه با یکی دیگه از آموزش‌های فتوشاپ در خدمت شما. مستقیما بریم سراغ کامپیوترمون و بریم در ادامه در نرم‌افزار فتوشاپ عکس لانگست بوجرمون رو با هر چه کارهایی انجام بدیم. همونطور که می‌بینید تو نرم‌افزار فتوشاپ من این عکس رو باز کردم. همون خروجی که گرفتیم، خروج تیفی که توی بخش قبلی ازش گرفتیم، توی نرم‌افزار فتوشاپ باز شده. اولین کاری که انجام میدم از لایه بک‌گراندم یک کپی می‌گیرم و میرم در زیر مجموعه فیلتر، بلر و اوریج رو میزنم. چرا این کارو میکنم؟ برای اینکه ببینم که رنگ‌های اضافه داخل تصویرم چی هستش. با این روش شما یک میانگین رنگی از تصویرتون میتونید داشته باشید. این الان رنگی هستش که رو کل تصویرم غالبه و بعد یک اجاستمنت لولز میذارم بالا سرش و با استفاده از قطره چکونه خاکستری یک بار روش کلیک میکنم که تبدیلش کنه به خاکستری و این لایه رو که یک لایه کپی بوده از بین میبرم پاکش میکنم. خب ما اینجوری قالب شدیم رو تصویرمون، کاملا میبینید دیگه قالب شدیم، یعنی این الان تصویر اصلیمون هستش و این هم اتفاقی که افتاده. اما من اینو نمیخوام، یعنی نمیخوام اینجوری همه رنگ ها حذف بشه. روی این لایه یک بار کلیک میکنم و اوپاسیتی اینو میرسونم به عدد های مثل 35 که ترکیبی از اون رنگ زرد و حالا آبی باشه. ببینید خیلی راحت تونستیم اون لایه رنگ زرد مانند رو از روی تصویرمون برداریم. با گرفتن دکمه کنترل آلت شیفت ای یه دونه کپی از کل تصویرم میگیرم و کاری که اینجا انجام میدم اینه که حالا اینجا میخوام یه مقدار روی داجو برن تصویرم کار بکنم. روی همین لایه کلیک میکنم، ازش کپی میگیرم و میرم توی بلندینگ مود ها و بلندینگ مود اسکرین رو بهش میدم. تصویر من یک نتیجه کاملا روشن داره. اما توی فضای خالی لایه‌ام دوباره کلیک میکنم و اگه اینجا دقت بکنید تو قسمت بلندیش، توی قسمت نوار پایین، حالا اینا توی آموزش‌های مقدماتی ما کاملا صحبت کردیم، من خیلی راحت میتونم الان فضاهای روشن رو حذف بکنم. یعنی میتونم بهش بگم تاریکی‌ها رو کم کن و فقط روشن‌ها رو در نظر بگیر. دکمه آلت میگیرم، زبانه رو میشکونم، به سمت جلو هدایت میکنم ببینم که چه اتفاقی میفته. حالا میتونم خود این زبانه رو جابجا بکنم به اون حد نصابی که میخوام برسم. یه مقدار میرم به سمت جلو، اینجا خوبه و اوکی میکنم. یه خاموش روشن میکنم. ببینید منابع نوریمون خیلی درخشنده تر و روشن تر شدن، یا کلا قسمت های هایلایت تصویرمون روشن تر شدن. که خب باز من اینو نمیخوام، حالا میتونیم از فیل یا اوپاسیتی استفاده کنیم، چه فرقی نداره. به 50% میرسونمش، یه نوع کمتر مثلا 35% و این خوبه. باز مجدد از روی این لایه یک کپی میگیرم، میارم میذارم بالا سرش و این بار بلندینگ مود مالتی پلی بهش میدم. میبینید که یک نتیجه کاملا تیره داریم. باز روی فضای خالی لایه دوار کلیک میکنم که لایه سال باز بشه. تو قسمت بلندیف حالا روشنها رو حذف میکنیم. ببینید روشنها داره حذف میشه. اینجوری میتونم بهتون نشون بدم. ببینید برش میگردم سر جاش، دکمه آلت رو میگیرم، میشکونمش. خب نگاه میکنم به تصویرم و این زبانه رو به سمت جلو هدایت میکنم تا اینجا خوبه، تا اینجا خوبه، اوکی، و خاموش روشن میکنم. ببینید که یک سری قسمت ها البته خیلی زیاد شد. برگردم سر اینجا، ببینید چه کنتراستی به تصویرمون داد. فضاهامون زیادم تاریک تاریک نشد. دست داریم یک داجا برن روی تصویرمون ایجاد میکنیم و اوپاسیتی اینم کم میکنم. مثلا میذارم رو همون عدده، البته اینجا این مقدار بیشتر، مثلا عدد 50. نتیجه این دوتا رو ببینید، این قبل و این بعد، یک کنتراست کاملا منطقی
و البته میتونیم بهش بگیم داجاورن هم هستش. خب از همه مراحلمون کنترل آلت شیفت ای یک مرج کلی میگیریم و حالا میخوام یه مقدار داجاورن انجام بدم. داجاورن میتونه حالا به روش‌های مختلف باشه، اما کاری که میخوام انجام بدم اینه که یه مقدار برج تهران رو روشن‌تر بکنم. دقیقا بالا سر این لایه هم یک ابزار کروز میذارم و اینجا بلندی مودش رو میذارم رو حالت سکرین. بعد از این ماسکش رو با زدن دوگه کنترل آی بکوس میکنم، میرم سراغ ابزار براش با رنگ سفید، شروع میکنم این قسمت ها رو یه مقدار تاچ کنم. البته نگاه کنید این درست نیستش، به خاطر اینکه اپاسیتی و فلوی ما خیلی بالا هست، ما باید این کار خیلی نرمتر انجام بدیم. سی و سی در نظر میگیرم و شروع میکنم اینا رو یه مقدار روشن‌تر کنم. حتی اگه میخواید خیلی دقیق‌تر باشه و زوم بکنید دونه به دونه این کار رو انجام بدید. یه مقدار این قسمت ها رو هم روشن میکنم، خیلی کم. خوبه تا این حد ببینید میتونه با دقت بالاتر این اتفاق بیفته. یه کرب دیگه میذارم و بلندی مودش رو میذارم مالتی پلی و ماسکش رو معکوس میکنم و حالا یه سری قسمت ها رو مثلا آتی مقدار اپاسیتی و فلو رو کمتر میکنیم. عدد هایی مثل 10 این قسمت ها رو مقدار تیره تر میکنم چون انتهای تصویرم هستش و به تاریکی مطلق میره. این قسمت ها رو تیره، این کار میتونه با حوصله زیاد و خیلی دقت بالا اتفاق بیفته. باز مجدد از همه اینا یک مرج کلی میگیرم، از روش یک کپی میگیرم و میرم در زیر مجموعه فیلتر، آدر و های پاس. عددش خیلی بالاست، عدد 1 رو میدم به تصویرم و بلندی مودش رو میذارم به حالت لینیر لایت که وضوح و شارپنس تصویرم رو بالا میبره. ببینید خاموش روشن میکنم که کلا تصویرمو درخشان تر میکنه و تمام. بیشتر از اینم میشه روش کار کرد، ولی من ترجیح میدم که دیگه بیشتر از این روش کار نکنم و اون اورجینال بودن تصویر رو نگه دارم، چون هر چقدر که بیشتر بریم جلو مخصوصا تو عکسای شب لانگ اکسپوژر عکسمون مصنوعی تر میشه و از اون حالت طبیعی خودش خارج میشه، چون کلا در عکاسی شب ما ایراد زیاد خواهیم داشت، یعنی نورهای متفرقه زیاد خواهیم داشت، رنگهای نامناسب زیاد خواهیم داشت. اگه اینا رو هی بخوایم اصلاح بکنیم اون جنسیت اصلی عکسمون رو از دست میدیم. تنها کاری که الان مونده اینه که برم سراغ گزینه فایل. اول از همه این نکته بهتون بگم سیو ازو بزنید، حتما به صورت فایل PSD ذخیرهش بکنید، چون ما یک فایل تیف باز کردیم و دیگه حالا نیازی به تیف نداره. و در زیر مجموعه فایل سیو از توی قسمت حالا فرمت ها JPEG انتخاب میکنم، حتما تیک پروفایل sRGB روشن باشه و ازش خروجی میگیرم. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید، امیدوارم که این پروژه کاری که 0 تا 100ش رو با هم رفتیم جلو مورد قبولتون قرار گرفته باشه و مثل همیشه گرنکوبی شیشه غم رو به سنگ، هفت رنگش میشود 70 رنگ. دلتون شاد باشه و لبتون هم خندون. خدا نگهدار.